توی این فیلم میخوایم روش و ساختار آنلودر کمپرسورهای ویلتر رو با همدیگه بررسی کنیم. کمپرسورهای ظرفیت بالا توی توناژهای بالاتر سیستم آنلودشون بر این اساس هستش که سوپاپ ساکشن باید آزاد بشه و گاز داغ برگشت بکنه داخل سیلندر. کمپرسور ویلتر هم از کمپرسورهای سنگین دیگه مستثنا نیست. ساختار آنلودر این کمپرسورها شامل یک سیلندر هست که یک پیستون در داخل این سیلندر قرار میگیره و از طریق چند فنر این پیستون با نیروی هیدرولیک روغن که به این نقطه شارژ میشه، پیستون به سمت بالا میاد و فنرها رو آزاد میکنه. آزاد شدن فنرها باعث میشه که این صفحه حرکت بکنه و متعاقب اون سوپاپ ها آزاد بشن. با هم دیگه آنلودرها رو نصب میکنیم تا ببینیم به چه صورتی این سیستم آنلود عمل میکنه. یکی از مشکلات اساسی این آنلودرها هم قسمت رینگ آنلودر هست. زمانی که رینگ خورده بشه باعث میشه که در داخل سیلندر نتونه پیستون بازی بکنه. بازی نکردنش باعث میشه که آنلود به درستی انجام نشه. زمانی که آنلودر به درستی عمل نکنه باعث میشه که کمپرسور دائم در حالت 100% کار بکنه. بزن. خب آها همینجوری بزن.